السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد و آله طیبین الطاهرین لا و بقیت الله فل عردن اجل الله تعالی فرجه شریف و جعلنا من اعوانه و انصاری و شیعته خداوند رو سپاس میگذارم که توفیق شد خدمت برادران و خواهران عزیز ایمانی باشیم در این شب بسیار مهم و امیدوارم که انشالله این وقتی رو که با هم سپری میکنیم جزو اوقاتی باشد که به با عنوان ذکر و یاد الهی برای ما محسوب شود و همینطور فرصت رو مختنم میشمورم تا ولادت با سعادت پیامبر و امام صادق علیه السلام را محضر مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تبریک ارز کنم و از اون حضرت استمداد داشته باشیم که با عنایت خودش همه کسانی که در این شب فردا به عشق پیامبر و امام صادق دور هم جمع میشن جلسه میگیرند شادی میکنند سعی میکنند دیگران رو شاد کنند انشاالله غیر از اجر اخروی گشایش های دنیاوی و گشایش های معنوی هم براشون حاصل بشه به همه شما عزیزانم که اینجا حضور دارید تبریک عرض می کنم بحثی که به ذهنم رسید مطرح کنم درباره دستاورد اخلاقی و یا به تعبیر دیگری اون انجازی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم داشتند که توانستند فرهنگ جاهلی را به یک فرهنگ انسانی الهی بر اساس فضائل اخلاقی و بر اساس اقلانیت تبدیل بکنن قدری راجع به این صحبت بکنیم انشاءالله میدونیم که جامعه ای که پیامبر در آن مبعوث شدند به هیچ وجه در او نشانه از اینکه قرار است یک دستاورد بزرگی که فرهنگساز است تمدن ساز هست رخ بده وجود نداشت اگر مثلا در ایران اون روز در روم اون روز یک فردی برمیخواست و مردم را به تعقل به تفکر به تعلم به تخلق به فضائل دعوت میکرد شاید تا حدی قابل انتظار بود حکمای بزرگ فلاسفه بزرگ دانشمندان بزرگ در اون محدهای تمدن و فرهنگ در اون روز بودند اما وقتی ما میریم به جامعه قبل از بعثت در شبه جزیره عرب میبینیم در قرنهای متصل به او یعنی با دور شدن از ابراهیم و اسماعیل به تدریج ارزش های اخلاقی به تحلیل رفت به تدریج فرهنگ و علم به تحلیل رفت جامعه ای بود که در او نوشتن و خواندن که قدم اول علم هست اهمیتی نداشت اگر ادبیات داشتن عمدتا ادبیات شفاهی بود ادبیات مکتوب محدود میشد به مثلا معلقات سبع هفت قطعه شعر مربوط به زمان جاهلیت که برای اینها بسیار مهم بود و این را در داخل کعبه نصب کرده بودند اما این که شما فکر کنید مثلا کتاب خانه ای داشتن نمیدونم هزاران که نه صدها کتاب داشتن نه و معدود افرادی بودند که سواد خواندن نوشتن داشتند به 20 نفر هم نمی رسیدن. و یه تعدادی هم بودن که از کتاب های آسمانی قبلی اطلاعاتی داشتن مثل ورقت ابن نوفل سطح خیلی پایه حتی علم وجود نداشت به لحاظ اخلاقی بعضی ارزش ها براشون مهم بود اما اکثر ارزش ها نه تنها مهم نبود بلکه به ضدش ملتزم بودن مثلا شاید مهمان نوازی تا حدی وجود داشت میدونید این سنت حضرت ابراهیم الان نبی نا و علیه السلام هست الانم هم در یهودیت و مسیحیت هم در ما در منابع ما حضرت ابراهیم به یک فرد مهمان نواز معروفه گاهی حتی ایشون اگر مهمان نداشت میرفت بیرون میگشت کسی رو پیدا کنه که غذا رو با مهمان بخوره مهمان نوازی داشتن اما حتی این مهمان نوازیشون محدود بود انقدر نبود که اگر یک کسی قریبه ای وارد مکه بشه مهمان نوازی کنند بله اگر کسی میرفت در خونه یک کسی رو میزد یا وارد چادر کسی میشد مهمان نوازی میکردن اما اگر یک غریبه میآمد برای تجارت یا برای تواف اینجور نبود که مهمان نوازی کنن شما میدونید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و در جوانی به خاطر همین رفتار زشت اهل مکه با تعدادی از جوانها خودشون تصمیم گرفتن یک پیمانی بستن حلف الفضول چون دیدن که یک غریبه ای که اعتماد کرده بود و اموالش رو امانت گذاشته بود به او خیانت شد کسی هم حمایت نکرد نه دادگاهی داشتن نه ای داشتن که بخوان از حق کسی دفاع کنن نمیخوام بگم مهمان نوازیشون هم در حد همین ساده بود نه در حدی که به افرادی که به اون جامعه میرند مهمان نوازی نشون بدن بحث این که ارزش های خانوادگی احترام و کرامت انسان اینا دیگه جای خودش داره توی این جامعه اگر شما به هر کسی می گفتید که قرار یک پیغمبری بیاید که با هر جور ملاحظه و احتیاط بخوایم بگیم یکی از بزرگترین فرهنگهای بشری و تمدنهای بشری را پای ریزی خواهد کرد پیامبری خواهد آمد که بر پای تعالیم او هزاران عالم و متخصص در زمینه های مختلف حتی در علوم غیر دینی پرورش خواهند پیدا کرد اون جامعه ای که توی سواد خواندن و نوشتن هم نادر بود حتی با همه مشکلاتی که در جامعه اسلامی پیدا شد بعد از پیامبر طولی نکشید که خودش رو سریع به جوامع پیشرفته اون زمان رسون و بعد هم تازه به اونها داد با اونها داد و ستد علمی داشت هیچ کی نمیتونست قبول کنه امکان نداشت با محاسبه های عادی بشه چنین چیزی رو فهمید مردمی که دختران خودشون را زنده به گور میکردند به جایی برسند که ایسا رو گذشت تا حد اینکه جان خودشون را برای همدیگه بدن داشته باشند در یکی از جنگ ها نقل میکنند فردی دید چند نفر از مجاهدین مجروح شدن به زمین افتادن و خب میدونید انسان وقتی مجروح میشه تشنه میشه تشنگی خیلی فوق العاده این رفت آب تقدیم کنه به نفر اول تعارف کرد گفت بدید به برادر من به نفر دوم گفت بدید به برادر من وقتی به آخری رسید شهید شده بود برگشتید همه شهید شدن چطور میشه اون انسانی که نسبت به غریبه هیچ حتی نسبت به فرزند خودش رحم نداشت به اینجا میرسه که حتی آب ساده رو هم بر خودش روا نمیشموره و میگه اینو بدید به دیگری این چه تحولی پیامبر ایجاد کرد این رو باید روش خیلی ما دقت کنیم من دو سه تا مورد را راجع به نظام اخلاقی که پیغمبر تبیین کردند و محقق کردن عرض میکنم خیلی سریع بعد میگم که اون موتور اصلی این قضیه چی بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم در باب اخلاق کارهای بسیار مهمی انجام دادن یکیش این بود که آمدن با نه فقط کلام بلکه با عمل نشون دادن که ارزش های اساسی اخلاق استثنا پذیر نیست امانتداری به طور مثال قابل تبعیض نیست ما نباید بگیم اگر مؤمنی چیزی را به من به امانت سپرد من امانت داری میکنم اما اگر یک انسان غیر مؤمن حتی یک انسان فاسق چیزی به من سپرد من امانت داری نمیکنم کنم خیلی این کارو می کنم. حالا بگذریم از این که الان متاسفانه گاهی مؤمنین نسبت به همدیگه باز امانت داری نمی کنم. اما حالا بعضی که متدین هستن وقتی میرسه به غیر مؤمنین تسامح و تساهل به خرج میدن اما پیغمبر این را به بهترین وجه نشون دادن که یک مسلمان وقتی مسلمان خوبی است که نه تنها مسلمان ها کفار هم به او اعتماد کنند پیغمبر چهل سال در اون جامعه جاهلیت به صداقت و امانت شناخته می شود. این خودش خیلی مهمه و روی این باید خیلی فکر کرد چرا این دو تا صفت انقدر برجسته بود چرا پیغمبر را حتی مشرکین به عنوان صادق امین می و این چه نقشی در آینده پیامبر ایفا کرد کسی یک دروغ از پیامبر نشنیده بود کسی یک خیانت کوچکی ولو در حد یک درهم ولو در حد یک نظر به نامحرم از پیغمبر ندیده بود نه تنها اینو ندیده بودند، بلکه برعکس انقدر او را در صداقت و امانت برجست دیده بودن که به او این لقب را داده بودن این خودش خیلی جایی فکر داره و خیلی برای ما مسلمون ها حرف داره که در یک جایی که با غیر مسلمون ها زندگی می کنیم به چی باید ما شناخته بشیم اما جالبه سیزده سال از بعثت میگذره شکنجه ها در این سیزده سال صورت گرفته قتل ها صورت گرفته سمیه ها یاسر ها شهید شدن بلال ها امار ها شکنجه شدن یه د مجبور شدن برن حبشه شعب و عبی طالب صورت گرفته پیغمبرم الان مجبوره که مدینه، مکه رو ترک کنه بره مدینه اما اون کسی که میخواست پیغمبر را بکشد اگر امانتی داشت و میخواست این را نزد کسی بگذاره نزد پیغمبر میگذاشت لذا یکی از کارهایی که امیرالمؤمنین باید انجام میداد قبل از اینکه ملحق بشود به پیغمبر در مدینه و حضرت فاطمه بنت اسد و حضرت فاطمه صدیقه رو با خودش ببره و به پیغمبر برسونه این بود که این امانت ها رو برگردونه این دو تا مطلب نشون میده یک هنوز اهل مکه امانت هاشون رو پیش پیغمبر میگذاشتن دو تو اون شرایط سخت که جون پیغمبر در خطر است جون امیر المؤمنین در خطره باید هرچه زودتر مکه رو ترک کنه پیغمبر میگه اول باید این امانت ها رو برگردونی خیلی مطلب داره این که در روایات ما داره که ادا الامانه الالبر البر والفاجر خیلی مهم در باب عدالت پیغمبر یک نظام اخلاقی را معرفی می کند که میگه حتی به دشمن خدا هم نباید ظلم کرد لا یجرمنکم من لكم شنعان و قوم علا الله تعدلو اعدلو هو و اقرب للتقوة. اگر کسی دشمن شما بود دشمن شخص شما یا دشمن مسلمان ها یا دشمن حق شما نمی توانید تعدی کنید نمی توانید ظلم کنید اگر فرزند ابو جهل فرزند یزید فرزند شمر آمد پیش من من نمیتونم بهش ظلم کنم نمیتونم یه کوچکترین بی ادبی بهش بکنم نمیتونم او رو از حقوقش محروم بکنم حتی خود اون مجرم رو هم فراتر از اون مجازاتی که خداوند مشخص کرده من نمیتونم بهش هیچ اهانت و تعدی داشته باشم اینا خیلی مسائل مهم است. توی احسان پیغمبر ترسیم کرد احسان فقط نسبت به مسلمون ها نیست دایره احسان همه انسان ها رو شامل میشه حتی حیوانات باید در سایه احسان اسلامی از حقوق خودشون برخوردار بشن حتی در روایات ما هست که شما با حیوان هم نمی توانید بی ادبی کنید امیر فرمود اگر کسی حیوانی را لعنت بکند از رحمت خدا دور میشه همین که آدم به یه حیوانی بگه لعنتی اینا مسائل بسیار مهمی است فرصت کمه برم سراغ قسمت دوم و آخر چطور پیغمبر توانست اینها را مطرح کنه و تا موقعی که خودش تشریف داشت اینها را در جامعه پیاده بکنه و بعدش هم لاقل در بخشی از بدنه امت اسلامی این ارزش ها بماند از چه روشی استفاده کرد چطور تونست جامعه رو متحول کنه از پول استفاده کرد پولی نداشتند با زور شمشیر این کار رو کرد با ترس با زندان انداختن نه پیغمبر مثل جوامع مثلا کمونیستی و اینها نبود که هر کی با مرام حزب مخالفت کنه بندازن زندان اصلا ما زندان نداشتیم این مفهوم و خلاصه بحث زندان یه چیزه در صدر اسلام وجود نداشته پس نه پول نه شمشیره نه زندان اصلا مگه میشه با اینها جامعه رو اخلاقی کرد شما میشه با شمشیر یا با تطمیع کسی را عادل بکنید بله حد اکثر میتونید جلوی پلیس و دوربین جلوی جرمشو بگیرید اما اینکه در خونه خودش به بچه خودش ظلم نکنه به همسر خودش ظلم نکنه به زیر دست خودش ظلم نکنه اینا رو با این چیزا نمیشه جلوشو گرفت این یه خداگاهی میخواد و اون خداگاهی میوه که بعد از یک تحول عظیم روحی ایجاد میشه پیغمبر چه کار کردن خلاصش اینه که پیغمبر یک نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر رحمت رو اساس کار قرار داد معلم و مربی که با رحمت سعی کرد افراد رو عوض بکنه انقدر رحمت در اون جامعه تزریق کرد که اینها عوض شدن مثل اینکه شما یک گلخونه داشته باشید سرما تاریکی همه رو پژمرده کرده گرمای خورشید باید به این گلخونه بتابه تا اینها دوباره جون بگیرن انسان خصوصیتش اینه که خداوند متعال آنچنان استعداد عظیم معنوی در فطرتش گذاشته که الا شاید یک در میلیون به جایی نمیرسن که انسان ازشون ناامید بشه اونهایی که تو به اعلا قلوب هم نادرند انبیا به ما یاد میدن به انسان باید امید داشت ای معلم، ای مربی، ای پدر، ای مادر زود ناامید نشید ممکنه در یه مقطعی ناخوشایندی هایی را ما ببینیم اما نباید ناامید بشیم شما ببینید امام حسین علیه السلام حتی در روز آشورا لشکر مقابل را موعظه میکنه این یعنی چی یعنی هنوز امید هست نباید ناامید بشیم خدا به موسی و هارون میگه برید با فرعون صحبت کنید لعله یتذکر و یخشا ناامید نباید بشید دیگه از فرعون کی بدتر هست فرعونی که آدم کشته نه یک نفر یذبح و ابنا هم. بچه های خردسال بچه های نوزاد رو کشته انسانهای زیادی رو کشته، انسانهایی رو به بردگی گرفته، ادعای خدایی کرده باز میگه لعله تذکر و یخش. این جریان بسیار جالبی که در منابع ما هست و من براتون از سفینت البحار نقل میکنم بسیار آموزنده است ببینید چطور پیغمبر با محبت با رحمت و با امیدواری به همه نگاه میکنه در جنگ احد که شاید یکی از اگر نگیم تلخترین یکی از تلخترین لحظات حیات پیغمبره جنگی که میرفت به نفع مسلمان ها تمام بشه با شکست تمام شد و شخصیتی مثل حمزه به اون طرز فجی به شهادت رسید خیلی ها شهید شدن مسلمان ها شکست خوردن پیغمبر مجروح شدن دندان پیامبر شکست به تپه رفتند اگر دشمن ادامه داده بود و رفته بود پیغمبر را به شهادت میرسوند شاید دیگه همه چی تمام شده بود بسیار بسیار شرایط سخت که انهو به موی رسیده بود اده از اصحاب به پیغمبر عرض کردن اینها رو لعنت کنید در سفینت البهار میگه که روی انه لما کسرت رباعیته و شد وجهه یوم احد شق ذلك على اصحابه شدیدا وقتی که دندان پیغمبر شکست صورت مبارکشون مجروح شد در روز احد بر اصحاب پیغمبر این خیلی شاق بود خیلی سخت بود و قالو لو دعوت علیهم ای شما نفرین کنید اینها رو اگر پیغمبر میخواست یک روز یک بار نفرین کنه اینجا جاش بود اگر شاید ماها بودیم هر روز اینا رو نفرین میکردیم اما حالا اگر بخواد یک کسی یک بار نفرین کنه الان جاشه چی فرمود پیغمبر فقال انی لم ابعث لَعَانًا خدا من رو نفرستاده که لعنت بکنم خدا منو فرستاده مردم را تربیت کنم این مثل این میمونه که یه معلمی بهش یک کلاس درسی بدن بعد اینا رو بفرسته هی زندان اینا رو بفرسته نمیدونم مجازات بشن اخراج بشن یه معلم دلسوز تا اون که بتونه تا اون که دیگه کار از دستش خراب, خراب رها نشه و کل کار خراب نشه سعی میکنه نگه داره اینا رو اگرم یه موقعی دید که دیگه اون یه نفر داره همه رو از بین میبره با دل پر از درد میگه آقا جون شما برو بیرون کلاس اما اون دیگه اون روز براش روز عزاست که من یک شاگردم و بیرون کردم پیغمبر فرمود من نف... خدا منو نفرسته لعنت کنم که برن جهنم ولکنی بعثت داعیا خدا منو فرستاده تا دعا کنم برای اینها و اینها رو به سوی خدا دعوت بکنم لکنی بعثت داعیا و رحمتا خدا منو فرستاده به عنوان رحمت بعد ببینید چه دعایی میکنه پیغمبر اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون نه تنها نفرین نمیکنه بلکه دعا میکنه شفاعت میکنه اونم با این ادبیات خدا یا اینها مردم منن قوم منن نمیگه این کفار رو هدایت کن میگه مردم منو حمایت کن هدایت کن فانهم فا لا یعلمون اینا نمیدونن آقا چهل سال اینا پیغمبر رو از قبل میشناختن سیزده سال تو مکه میشناختن الانم چند ساله که از هجرت گذشته چی میبینه پیغمبر تو اینها؟ پیغمبر میبینه که اینها اون جوهرشون اون انسانیت هنوز توشون هست باید اینها رو با محبت با توسل با دعا برشون گردون همینا بعدا مسلمون شدن همینایی که اومده بودن و در اون جمعی بودن که حمزه و امثال دیگر رو شهید کردن همین لشکر همشون مسلمون شدن حالا بعضی‌هاشون بعداً بعدا دوباره عوضی شدن اما یه مسلمون موندند و ثابت قدم بودند خیلی مهمه رحمت محبت اون عاملی است که میتواند دلها را باز بکنه حالا اگه اون قطع بشه خب دوباره بسته ممکنه بشه اما اگه شما تونسته باشید تا میتوانید رحمت را تزریق کنید و به اون گیاه پژمرده نور برسونید شاید بگیره و ریشش قوی بشه دیگه شما هم نباشید ادامه میده حالا من مستاقه های دیگری میخواستم از رحمت پیغمبر با کودکان با دیگران رو مطرح بکنم فرصت من کمه همین مقدار انشالله قبول بفرمایید امیدوارم که تونسته باشم لاقل یک کمی وظیفه سنگینی که به عهده ما هست برای معرفی پیامبر و اسلام انشاءالله تا یه حد کوچیکی ادا کرده باشم خدا یا تو را به محمد و آل محمد قسم می دهیم که به اون لحظات نورانی که بین تو و پیغمبرت بود اون لحظاتی که پیغمبرت در غار میرفت رفت و با قصه به اون جامعه نگاه میکرد و از تو هدایت اون جامعه رو میخواست به اون لحظاتی که پیغمبرت در کنار جنگ میرفت گوشه روی سجاده خلوت میکرد و دعا میکرد به اون لحظاتی که پیغمبر با چشم های نگران امت را نگاه می کرد که بعد از او چه خواهند کرد به اون لحظات پیغمبر خدایا قسمت میدهیم که ما را همواره پیرو سنت مشعشع و نورانی اون پیغمبر قرار بده خدایا مشکلات ما را چه شخصی چه جمعی چه اجتماعی به برکت پیغمبر و امام صادق حل بفرما خدایا نورانیت پیغمبرت را بر ما و از ما بر دیگران بتابان و همه بیماران بیماران مورد نظر شفای عاجل عنایت بفرما و همه زبل حقوق پدران مادران علما اساتید شهدا مراجع امام راحل همه اونهایی که زحمت کشیدن تا من و شما بعد از قرنها دسترسی داشته باشیم به اسلام و افتخار کنیم به اسلام انشاءالله خداوند همشون را با پیغمبر و اهل بید محشور بفرماید یک سلواتی بفرستن